بلاروس، کشوری که زنها شاغل هستند و مردها بیکار، کشور زیباترین زنان دنیا، مهد قمار و کازینو و زندگی شبانه. بلاروس با زندگی جذاب شبانه و آزادی‌های بی‌حد و مرزش به عنوان لاس وگاس اروپای شرقی شناخته میشه. مثل همیشه ابتدا کشور رو معرفی می‌کنیم، بعد به سراغ دانستنی‌های جذاب کشور می‌ریم. این کشور در سال 1991 از شوروی جدا شد و به عنوان آخرین دیکتاتوری اروپا ازش یاد میشه. بلاروس سرزمینیه که تا پیش از جدا شدن از روسیه بهش روسیه سفید میگفتن. جمهوری بلاروس در قسمت شمالی اروپا قرار گرفته و از شرق با روسیه، از شمال با لیتوانی، از غرب با لهستان و از جنوب هم با اوکراین همسایه است. مساحت بلاروس 207,000 کیلومتر مربع است که اگه بخوایم مقایسهش کنیم، یک کشوری یک کمی بزرگتر از سیستان بلوچستان خودمون. جمعیت این کشور 9 میلیون نفره و نسبت به مساحتش کشوری پرجمعیت محسوب نمیشه. بلاروس از زمان استقلالش توسط لوکاشنکو رهبری میشه. وقتی که بلاروس از روسیه جدا شد، با مشکلات اقتصادی بسیار زیادی روبرو شد، چون تا اون موقع با کمک روسیه روی پای خودش مونده بود. در اون زمان لوکاشنکو با وعده پیاده سازی سیستم شوروی به صورت مدرن روی کار اومد و تونست خیلی زود بحران اقتصادی رو پشت سر بذاره. اما مثل بقیه سیاستمدارا از قدرت به دست اومده جهت استحکام پایه‌های حکومتی خودش استفاده کرد. چون که سیاست‌های بلاروس به روسیه شبیهن، بلاروس و لوکاشنکو تحت تحریم هستند. در حدی که لوکاشنکو به هیچ یک از کشورهای اروپایی نمیتونه سفر کنه. 85% جمعیت کشور بلاروس اصالت بلاروسی دارن. 7% روس، 3% لهستانی و بقیه مردم هم از دیگر گروه ها هستن. کشور دو زبان رسمی داره، زبان بلاروس و زبان روسی. درسته که بیشتر مردم بلاروس بلاروسی هستن، اما اکثر مردم به زبان روسی حرف میزنن. مردم بلاروس از لحاظ دینی 40%شون میگن که ما متعلق به هیچ دینی نیستیم. بقیه جمعیت کشور هم مثل مردم روسیه ارتودکس هستن. البته یه قسمت کوچیکی هم کاتولیک هستن. ولی در کل دین زیاد جایگاهی در زندگی این مردم نداره، چون در گذشته دستورات دینی توسط شوروی محدود شده بود، الان هم دیگه مردمش عادت به این چیزا نداره. مردم بلاروس از شاخه مردم اسلاف هستن و اگه نگاهی به ظاهر این مردم داشته باشیم، باید بگم که عموماً قد بلند، چشرنگی و با موهای بلوند هستن. حتی تعداد زیادی از آدمای جهان معتقدن که دخترای بلاروس زیباترین دختران جهان هستن. پایتخت بلاروس شهر مینسک که 2 میلیون جمعیت داره و در مرکز کشور قرار گرفته. اگه علاقه به سرما ندارین، باید بدونید که بلاروس در بیشتر اوقات سال هوای بسیار سردی داره، مخصوصا در فصل زمستون دمای هوا به راحتی به منفی 20 درجه سانتیگراد میرسه. به همین دلیل اگه قصد سفر به این کشور رو داشتید، بهتره که در اواخر بهار و یا اوایل تابستون به اونجا سفر کنید. و باید بگم که فقط 8 کشور در دنیا هستن که پرواز مستقیم به بلاروس دارن. از زمانی که قمار در روسیه ممنوع شد، مردم برای قمار و کازینو به بلاروس سفر میکنن. اما علارغم قمار و این حرفا، کشور امنی به حساب میاد. شاید بتونیم بگیم که در سطح اروپا بلاروس بهترین کشوریه که به راحتی میتونید به این تفریحات بپردازید، یعنی قمار و از این حرفا. خیابونای بلاروس در طول شب بسیار پر جنب و جوش هستند و مردم زیادی شبا داخل خیابونا هستند. توی این کشور اگه قصد آشنایی با مردم این کشور رو داشته باشید، باید زبان روسی یا بلاروسی بلد باشید، چون اکثر مردم بلاروس زبان انگلیسی رو بلد نیستن. مردم بلاروس علارغم ظاهر جدیشون نسبت به گردشگرها بسیار خوش برخورد هستند. مردم بلاروس سالیان درازی به عنوان بیشترین مصرف کنندگان مشروب در جهان شناخته می‌شدن. اما امروزه شرایط کمی بهتر شده. ولی به هر حال امروز هم بیشترین مرگ و میرهای ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی مربوط به بلاروسه. مردم بلاروس طبق میانگین از افرادی با عمر کمتر در اروپا هستند و به طور کلی تغذیه درست حسابی ندارند. و منبع اصلی تغذیه در کشور سیب زمینیه. مصرف سرانه سیب زمینی در این کشور 178 کیلوگرمه که رتبه اول رو در جهان داره. در بلاروس تقریبا در همه غذاها از سیب زمینی استفاده میشه و میگن که 300 نوع غذا دارن که با سیب زمینی درست میشن. فعالیت‌های کشاورزی در این کشور نشون میده که خاک حاصلخیزی دارن. بلاروس از نظر تولید شیر هم در جهان در رتبه 5 قرار گرفته. واحد پولیش هم روبل بلاروسه.
درآمد پایه مردم چیزی در حدود 200 دلاره، ولی درآمد کلی ماهانه افراد به صورت میانگین 520 دلاره و فقط 20% مردم بلاروس هستند که از این مبلغ بیشتر در میارن. درسته که درآمد در کشور بلاروس پایینه، اما دولت در بخش‌های مختلف مردم رو ساپورت میکنه و باعث میشه این فشار یکم کاهش پیدا کنه. مثلا سیستم درمان رایگانه، آموزش رایگانه، برق ارزونه و کمک‌های در مورد نگهداری کودکان و این چیزا هم بهشون میشه. با این حال چون اجاره خونه در بلاروس خیلی گرونه، افراد زیادی هستن که به صورت اشتراکی خونه میگیرن، مثلا با دوستاشون یا با آشناشون، یا خیلیاشون هم هستن که میرن با خانواده خودشون زندگی میکنن. اقتصاد بلاروس تا 80% تحت کنترل دولت قرار داره. اقتصاد بلاروس میشه گفت که همیشه ثبات داره و تورم آنچنانی ندارن، ولی در تهیه مواد اولیه و مواد خام به روسیه همیشه احتیاج دارن. وقتی که به بازارهای شهر سری بزنید میبینید که تمام فروشنده ها زن هستن. در این کشور بخش زیادی از نیروی کار رو زنان تشکیل میدن. زنان در جامعه بلاروس بسیار فعالن و نه تنها با زیباییشون، بلکه با فعالیتشون هم جلب توجه میکنن. اگه به آمار بیکاران بلاروس توجه بیاندازیم میبینیم که فقط 34% اونا زن هستن و اکثر بیکاران بلاروس مرد هستن. حالا شاید براتون سوال باشه که پس مردا داخل بلاروس چیکار میکنن اگه کار نمیکنن؟ بیشتر مردای بلاروس چون که درآمدشون داخل کشور خودشون پایینه و زیاد کفاف خرجشون رو نمیده، به دیگر کشورهای اروپا میرن و اونجا مشغول به کار میشن. اونجا کار میکنن و برای خانواده هاشون پول میفرستن. خب خیلی هم گزارش دادن که وقتی ما به بلاروس میریم چرا فقط اکثرا زنا رو میبینیم؟ تعداد مردایی که داخل بلاروس میبینیم خیلی پایینه. چرا؟ آیا مردی چیزی وجود نداره اینجا؟ چرا وجود داره؟ دلیل اصلیش همینه که گفتم، چون حقوقی که دولت برای مردم تعیین میکنه خیلی پایینه، مردا برای کسب درآمد بالاتر به کشورهای همسایه میرن اونجا کار میکنن و از اونجا برای خانواده هاشون پول میفرستن. یه دلیل دیگه هم داره که در بلاروس که کلا 8 9 میلیون نفر جمعیت داره، تعداد زنها 600 هزار نفر از مردا بیشتره. البته به طور کلی در همه جای جهان تعداد زنها همیشه از مردا بیشتره. وقتی نگاهی به تاریخ میندازیم میبینیم که بلاروس تا قرن 20 میلادی همیشه محل درگیری بین روسیه و لهستان بوده. شهر مینسک بلاروس هم که گفتیم پایتختشه، از سال 1505 با اشغال و ویرانی‌های زیادی روبرو بوده و در زمان جنگ جهانی دوم 85% از شهر و زیرساخت‌های شهر از بین رفت و همه چی دوباره از نو ساخته شد. دلیل جاده‌های پهن و معماری منظم این شهر هم همینه. در مینسک بناهای زیادی رو می‌بینید که یادگاری دوران شوروی هستند. ویدیوی امروزم به پایان رسید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا بقیه ویدیوهای جذاب ما هم به دست شما برسه.